این سفری که تو این سالا همراه با تیم ملی رفتی کدوم سفر بوده؟ من کلمبیا 2016. بعدش که اومدی مصاحبه کردی گفتی آقا اونجا غذا نداشتیم و هیچی خوب، هتل خوب نبود، پرواز خوب نبود. خب این چیزا نبود خوب بود دیگه. چون ما از روزی که رفتیم بازی اول به اسپانیا باختیم، بعد غیر از کادر فنیمون تمام دوستانی که بودن هی دوست داشتن زود برگردیم دیگه، چون هرچی میموندیم باید هزینه میکردن، بعد خب بالاخره بعد این پولا رو برمیگردوندن که خودشون دوباره ابقا بشن سر پستشون، بگم ما ببینین انقدر پول برگردوندیم. و اونجا خیلی بهمون خوش گذشت دیگه، ما اینا رو اذیت میکنیم، خیلی حال میداد، هی خدا یه کار میکرد ما بمونیم، اینا هرس میخوردن ما اینا رو میدیدیم. کیا بودن؟ حالا اسمارن بهتره، نمیخواید جنجال به راه بندازید. نه دیگه همه میشناسن، همه میدونن من دارم کیا میگم چیا میگم. بهترین خاطره ای که از سفر تیم ملی داشتی کدوم خاطره بوده؟ البته میدونم که تو سفرها همیشه نیم کیلو تخمه و از این ویفرهای رنگارنگ هم همراهت هست، چرا؟ نه حالا ویفر که رنگارنگ کلن از نظر ذهنی بکنم بسیم شانس میاره. جدی؟ من هر چه اینو از یکی بچه های تیم ملی پرسیدم، گفتم آقا جالبترین نکتهی که در مورد محمد رضا سنگسفیدی به ذهنت میرسه چیه؟ گفتش که محمد رضا همیشه توی سفرهای خارجی واسه از این ویفرهای رنگارنگ و همینطور نیم کیلو تخمه همراهشه، چون فکر میکنه که برای شانس میاره و باعث میشه که موفق بشه. واقعا اینطوریه؟ من خودم تا حالا فکر میکنم هر جایی که رفتم ویفرها رو داشتم تیمم قهرمان شده. قشنگ یادم یه تایلند جام باشگاه آسیا با تاسیسات دریایی رفته بودیم تایلند، قشنگ قبل بازی که به بازی تموم شدیم ویفره. من اون موقع با حسین طیبی هم اتاق بودم که بهم گفت چه ته بودم حسین این ویفره تموم شد، بعد من گفت بابا نکنی شد، نه اینه رفتیم باختیم بازی ها. ولی شانس میاره برام دیگه، تا وقتی فری ویفره باشه ما میبریم. آقا بعضی از مربی هم از اکبر آقا میساقیان همیشه یه تیشرت مشکی تنش بود، یعنی میگفتش که من این تیشرت رو میپوشم موفق میشم. زمستون مثلا تو ورزشگاه آزادی با دو تا کاپشن هم نمیشد وایستاد، اکبر آقا با یه تیشرت وایستاده بود کنار زمین. و یه ذره خرافاتی هستی پس؟ خرافاتی یه ذره هستم، یه سر چیزا میگم مثلا این چیزا اتفاق بیفته من نتیجه میگیریم، بعد دقیقا اتفاق میفته نتیجه میگم اتفاق میفته واقعا نتیجه میگیرم. تلاش میکنی تو زمین نتیجه میگیرین دیگه. نه اون که اصلا به کناره، بالاخره اصلا غیر از این باشه اشتباهه، چون ببخش ما خدا داریم، تیم روبرو هم خدا داره، پس خدا به هر کی بیشتر تلاش کنه مزدش میده. این بیشتر این چیزا دیگه ذهنیه دیگه، روحی روانی واسه خود آدمه که مثلا میگه این خب پس امروز یه روز خیلی خوبیه و پس میری موفق بشیم. و یعنی قطعا تیمی که تلاش کنه هر کی بیشتر بوده مزدش هم خدا.